بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در برنامه کتابخانه کلمه در خدمت شما هستیم در دو جلسه گذشته پیرامون قرآن و اهمیت آن صحبت کردیم همچنین صحبت و سخن ادامه دارد پیرامون قرآن و اهمیت آن قرآنی که خداوند به عنوان دستور العمل و یک نامه الهی از طرف خود به بندگانش قرار داده و رسول الله صلی الله علیه و سلم را مأموریت داده است که به مردم برساند و تبلیغ کند لتبین للناس ما نزل علیهم به آیات استشهاد کردیم که هدف از ارسال شما و مبعوض شدن شما ای محمد صلی الله علیه وسلم اینه که قرآن را به مردم واضح و روشن سازی این تبیان در حقیقت با واضح ساختن و توضیح دادن آیات از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم شد و الا که تبیانی نبود اگر بنا بود رسول الله صلی الله علیه و سلم آیاتی که بر دل مبارکش نازل می شود به کسی یاد ندهد یا بیان نفرماید یا توضیح نفرماید رساله تکمیل نمی شد و خداوند بیشون هشدار داد يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أي بيان بر بمردم برسون که برت نازل شده منظور از اونچه که نازل شده یعنی آیاتی که ما بر تو فرود آوردیم آیاتی که بر دل مبارک و پاک تو فرود آوردیم به وسیله جبرئیل جبریل امین که خیانت در وحی نمی کند اون چی که بهش دستور داده شد به آن عمل می کند جالب اینجاست که اون چی در قرآن نازل شده و در آن تبیانی لازم بوده رسول الله صلی الله علیه وسلم به طور کامل و واضح و شفاف بیان فرمودند پس بنابراین عموم مسلمین قاطبتن برانند که رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت را کامل و شامل گرداند رساند و همه از رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم بهره شدند حالا اگر که امروز برای من نوعی یک اشکال و ایرادی در قرآن در فهم آیات قرآن است باید که به مفسر اصلی آن برگردم یعنی سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم که همانا حدیث و روایت های صحیح باشد برای اینکه خود رسول الله صلی الله علیه وسلم اولین کسی است که قرآن را واضح و روشن ساخت برای مردم اگر قرآن با قرآن فهمیده نشود قرآن با حدیث باید فهمیده شود یعنی yani اگر در تلاوت ما قرآن نفهمیدیم به قبل از آیاتی که شروع کرده ایم برمیگردیم یا آیه را ادامه می دهیم تا ببینم مطلب به کجا کشنده می شود بارها شده که آیه که ما در حال تلاوت آن هستیم مربوط است به آیات قبل از آن پس باید به آیات قبل از آن مراجعه شود و آیات قبل از آن می تواند معنی را کامل کند یا برعکس آیات بعد از آن می تواند معنی را به کمال برساند و ما معنی را بخواهیم از هوا و هوس خود از وسط آیه برداشت کنیم این برداشت غیر علمی است این برداشت ما بارها مثال زدیم در این رابطه علما میفرمایند شما اگر بگویید در وسط قرآن یک چیزی همون که مثال میزنم میفرمایند لا تقربوا الصلاه به نماز نزدیک نشوید و اینجا بیستید و بفرمایید یک نفر براتون معنی کند معنی چی میدهد؟ معنی این است که به نماز نزدیک نشوید نه قبلش خوندید نه هم بعدش ادامه میدهید یعنی اون چیزی که خداوند شما را بدان امر میکند شما دارید از آن نهی میکنید لا تقرب الصلاه به نماز نزدیک نشوید ولی باید که به قبل از آن بازگشت یا اینکه آیه را ادامه داد ببینم خداوند ما را به کجا میبرد و این آیات ما را به چه باقی میرساند و کجا ما را نگه میدارد لا تقرب الصلاة و انتم سکارا حتی تعلم ما تقولون در حال مستی قرآن نخوانید. در حال مستی نزدیک به نماز نشوید تا این که بدانید چی میگویید پس علت این که ما در وقت این که درک و شعور ما از ما سلب شده نباید به نماز بیستیم اینه که نمیدانیم چی میگوییم اگر انسان لا یشعر اون که شعور ندارد همونطور که خدا خواسته نماز نخواند بلکه خود هم اراده ای برای تلفظ و زبان باز کردن یا دهان باز کردن یا زبان به سخنی گشودن ندارد باید که در حقیقت در اینجا سکوت اختیار کند بنابراین قرآن بعضی ها بعضی دیگر را تفسیر و ترجمه می فرماید. شبیه این باز در سوره ماعون مسئله معروفی است که به آن استدلال میشه به عنوان یک مثل استشهاد میشه باز میفرماید که ویل للمصلین وای بر نماز گذاران نه قبلش نه بعدش ادامه بدهید معنی میشه وای بر نماز گذاران یعنی آقا ما بساطمون جمع کنیم که وای بر نماز و نماز نخوانیم در حالی که مراد آیه چنین نیست ویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون وای بر نماز گذارانی که در نماز خود سهلنگارند توجهی ندارند به نماز توجهی به اقامه نماز ندارند اقامه نماز میشه و اینها غافلند یا اگر به نماز ایستادند در نماز نیستند روح آنها جای دیگر است و جسم آنها ایستاده نماز میخواند پس بنابراین ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون اونهایی که سهلنگارند بی توجهند نماز بدون روحیه میخوانند یا برای اقامه نماز خیلی سهل انگارند براشون سنگینی میکنه جای دیگه خداوند این صفت را به منافقین داده میفرماید ادا قامو الى الصلات قامو کسالا وقتی که به نماز برمیخیزند در حال سستی بی حالند وقتی که نماز میخونند خیلی سستند اون قدرت و اون نشاط و اون حیویت و اون عظمتی که خداوند برای نماز قائل شده برای نماز قائل نیستند در حالت سستی هم بعضا ما میدونیم حالا به مسجد آمدنشون در حال سستی است نم... به نماز ایستادن در حال سستی است این نفر که حال نداره بیسته دست رو دست هم دیگه بگذاره همینطور سستی همینطور می پس بنابراین اون چیزی که مراد الله هست حاصل نشده است. ما آمده ایم خود برای خود یک معنایی درست کرده پیرامون همین صحبت می کنیم یا بعضا گفته ایم که علم تفسیر مبتنی است بر یا علم تجوید مبتنی است بر علم تفسیر که واسه ما تفسیر بدانیم از کجا شروع کنیم کجا پایان ببریم کجا بیستیم یک درسی داریم یک بابی داریم به نام باب و وقف و ابتدا در علم تجوید آیات را از کجا شروع کنیم و کجا به پایان ببریم برای اینکه اگر جایی باشد که ما شروع آن معنی دیگری بدهد میشد ابتدای قبیح یا انتهای قبیح مثالش در قرآن زیاد است که مثلا در جایی میفرماید که قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین اگر که خداوند پسری داشته باشد من اولی اول, اول عادین من اولین کسی هستم که ازش برمیگردم یا در جای دیگر میفرماید اگر شما بیستید روی قل روی انا قل ان کان ولد فانا اگر خداوند فرزندی داشته باشد من هستم این خیلی معنی بد میشه روی این بیستید روی این بیستید یا در جای دیگر میفرماید که در سوره کهف فاین فا اتبعتنی فلا تسالنی عن شیء حتى احدث لك منه ذکرا اگر که شما از من تبعیت کردید شما در حقیقت چیزی از من نپرسید تا این که خودم به شما بگویم روی کلمه احدث بیستد چی می شود معنی؟ می اینطور می شود که شما اگر که دنبال من نشستید از هیچی از من نپرسید تا اینکه من بیوزو نشدم تا اینکه من بیوزو حتی احدث تا اینکه من بیوزو شوم روی کلمه احدث بیستید معنی منقلب میشه و همچون معانی دیگری در قرآن هست که اگر توجهی به ابتدا و انتهای آن نباشد انسان معنی را منقلب می کند بدین ترتیب ما ابتدا و انتهای آیات باید مد نظر باشد نه چیزی دیگر یک توقف کوتاه داشته باشیم مجدد برگردیم خدمت